درود به شما همراهان ایندیپندنت فارسی. بنا به مستنداتی که به دست ایندیپندنت فارسی رسیده، حجم پرونده فساد مالی و موارد پرداخت رشوه بسیار بیشتر از مواردی است که به طور رسمی منتشر شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه می شویم با امیر حسین میر اسماعیلی، عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی. خوش اومدی امیر حسین، ممنون که با ما همراه شدید. درود بر شما و مخاطبان ایندیپندنت فارسی، مرسی از دعوتتون. تو خودت چند روز گذشته گزارش های اختصاصی خیلی خوبی رو درباره جزئیات فساد گسترده در فوتبال ایران منتشر کردی و که این همین در واقع گزارش تو منبع خیلی از رسانه ها در داخل ایران شد. به ما بیشتر توضیح بده که جریان چیه و پای چه کسانی واقعا وسطه؟ بله، ماجرا اینه که یکی از کارمندان فدراسیون فوتبال ایران که خب از سال گذشته با ما در ارتباط بوده، اخبار زیادی رو برای ما ارسال کرده. این بار هم با مستندات زیادی که واسه ما ارسال کردن، گفتن که یک رشوه های بسیار کلانی در فوتبال ایران، فساد داوری و مدیران فدراسیون فوتبال با همکاری چند خبرنگار اتفاق افتاده، که خب ما اعلام کردیم برای اولین بار در رسانه ها و گفتیم که سهیل مهدی، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ و پژمان راهبر، سردبیر سایت ورزش سه، به همراه خداداد افشاریان، رئیس کمیته داوران، از متهمان اصلی هستند. 24 ساعت بعد از انتشار این گزارش برکنار شدند دو مسئول فدراسیون فوتبال و سردبیر سایت ورزش سه هم گفته میشه که همچنان در بازداشت هستش. و خب مهدی تاج، رئیس فدراسیون، هم بعد که مصاحبه ای کرد قبل از اینکه به ایران بیاد، در سفر بود، اون هم تایید کرد حتی رشوه هایی که ظاهرا پرداخت شده به سردبیر سایت ورزش سه برای انتشار گزارش ها و اخبار جهتدار، و خب دو تا مسئول هم که برکنار شدن. امروز صبح هم حتی مهدی تاج باز واکنششون داد به گزارش دیروز ما که گفتیم، به نقل از منابع موثقمون در فدراسیون فوتبال خبر دادیم که الان دامنه فساد خیلی گسترده تر شده و ظاهرا خود مهدی تاج و تمامی اعضای هیئت رئیسه هم دونه دونه احضار شدن به دادگاه های در تهران و کرمان و همینطور نهادهای امنیتی مورد بازجویی قرار گرفتن و ایشون تکذیب کردش، این ماجرا رو تکذیب کرده. اما به هر حال ما تو گزارش خودمون هم گفته بودیم با توجه به اینکه مهدی تاج از سابقه امنیتی و سپاهی برخورداره و اون منبع موثق ما در فدراسیون هم گفته بود که پیش بینی میکنه که تاج با سوء استفاده از این پشتوانه خودش بتونه این پرونده رو هم کنار بذاره. این در حالیه که مهدی تاج از قبل هم پرونده های خیلی متعددی داشته و حتی یکی از نماینده های مجلس هم مصاحبه کرده بود و گفته در شرایطی که خب اون پرونده بزرگ مارک ویلموتس چند میلیون یورو همینطور الکی به هر حال یه فاجعه مدیریتی بود که مجبور شد تاج کنار بره، اما باز در حالی که چند پرونده دیگه مثل یه زمینی کنار مصلی تهران که در واقع زمین خاری بوده یا پرونده های مالی در شرکت فولاد مبارکه، با این حال چرا دوباره رئیس فدراسیون شده؟ که خب به نظر میرسه که همون سیاستی که همیشه در نظام جمهوری اسلامی هست، مهم نیست که چقدر میخوری، دزدی میکنی، اگر وصل بشی به نهادهای امنیتی، اگر هر بار که دعوت میکنن شتابان به سمت دفتر علی خامنه ای بری، قرار دیدار فرمانده های سپاه با بازیکن های تیم ملی رو بذاری، همکاری کنی با سپاه برای اعزام نیروهای حکومتی به قطر تو دو تا مسابقات جام جهانی و جام ملت ها، و هر حال تو پستت میمونی. الان هم در این پرونده ظاهرا حجمش گسترده تر شده و اما نکته بسیار مهم اینه که خب الان خیلی از هواداران فوتبال در ایران به این فکر میکنن که بسیاری از نتایجی که در فوتبال ایران رقم میخوره واقعی نیست، عمدی خرید فروش اتفاق میفته، سودهای آلوده وجود داره در فوتبال ایران. مثلا ما در گزارش دیروزمون هم اشاره کردیم به نقل از منابع موثق که سرمربی یکی از تیمهای پرطرفدار تهرانی به همراه مدیر اسبق این باشگاه که برکنار شده و داور یکی از دربی های اخیر در فصل جاری، اونا هم احضار شدن به خاطر دریافت و پرداخت رشوه. خب ببینید وقتی خداداد افشاریان که رئیس کمیته داورانه انقدر یعنی پروندهش مشهود بوده که حتی تاج نتونسته دفاع کنه ازش و مجبور شده برکنارش بکنه، و سهیل مهدی که رئیس کمیته مسابقات خیلی دو
مهمترین پست ها برای برگزاری مسابقات لیگ، به خاطر اینکه اون میتونه چینش بازی ها رو تغییر بده به نفع تیم ها، فواصل بازی ها. خب خیلی از مدیرای باشگاه و مربی ها اعتراض میکنن که چرا مثلا انقدر فاصله زمانی بازی ما کوتاه، ساعتش بده، ورزشگاه میزبان شرایطش خوب نیست، و همینطور داوران که نقش بسیار تعیین کننده دارن. تو یک مسابقه یه پنالتی رو نگیری یا پنالتی الکی رو بگیری، نتیجه بازی عوض میشه. مثلا تو دربی قبل پرسپولیسی ها شاکی بودن که اگر دربی دو تا قبل که بنیادی فر داور بود، پرسپولیسی ها شاکی بودن که دقیقه 63 حامدی فر اخراج میشد، اون وقت نتیجه همه چی عوض میشد و استقلال 10 نفره میشد. از این اعتراض هست. یا سالهای گذشته هم همیشه بوده، مثلا اون ماجرای مرتضی کریمی کمک داور دربی که بعد افشا شد که تلویزیون گرفته بود از علی فتح‌الله‌زاده، یا تیپ باشگاه سپاهان که محمد دادکان افشا کرد که لای بسته های گز اینا سکه گذاشته باشن. در خلاصه بخوایم بگیم، الان هم ظاهرا برخلاف ادعای مهدی تاج، خبرگزاری تسنیم هم حتی تایید کرده که و وبسایت های دیگه که این فساد تا فروردین 1403 هم ادامه داشته. دقیقا از این 1400 یعنی خیلی گسترده است، یعنی چیزی که گفته میشه و اسامی که وجود داره نشون میده که در یک سطح خیلی وسیعی داره اتفاق میفته. یعنی قاعدتا توی همچین فضایی نمیشه یک فوتبال سالم عرضه کرد برای تماشاچیان، برای طرفدارهای فوتبال. اتفاقی که افتاده، چیزی که خودت اشاره کردی، در سالهای گذشته این اخبار در مورد پرداخت رشوه به داوران فوتبال به هر حال بوده، ولی در این حجم گسترده واقعا خیلی تأسف آوره که این شکلی یک فساد عجیب غریب و کاملا گسترده ای در به گستره شاید فوتبال ایران میشه گفت این فساد وجود داره. اما فکر میکنی که نهایتا این پرونده به کجا ختم میشه؟ مثل پرونده های قبلی مخدومه اعلام میشه، در واقع مشمول مرور زمان میشه و کم کم از اخبار این حذف میشه تمام مسائل مربوط به این پرونده و اتفاقاتی که توش افتاده، چی فکر میکنی؟ یا اینکه یک برخورد قاطع با مقصرین میشه که در نهایت یه چیزی شبیه کالچوپوری در ایتالیا اتفاق میفته؟ آره ببینید، دقیقا به نظر میرسه که این ماجرا دقیقا شبیه کالچوپولیه، اما اینکه انتظار داشته باشیم که دقیقا مثل اتفاقی که تو ایتالیا رخ داد، خیلی ها مادام العمر از حضور در فوتبال محروم شدن، خیلی ها بازداشت شدن، یوونتوس رفت دسته پایین تر، اصلا همچه اتفاقی نخواهد افتاد بدون شک. به خاطر اینکه سالهای گذشته هم درباره یه سری قهرمانی ها، یه سری برد ها، امتیاز ها، خیلی شک و شبهه زیادی بود، اعتراف هایی بود. مثلا همین سید علی داور بازنشسته که پارسال بازنشستش کردن عمدن به بهونه سن خود افشاریان گذاشتش کنار، دو دفعه افشاگری کرده که از طرف باشگاه به من پیشنهاد دادن سکه پول اینا، من قبول نکردم. خب کی بررسی کرد؟ الان این آدم زنده هست، شهادت داده، اما کی میره دنبال این که اون فرد پیشنهاد دهنده رو برای همیشه بذاره کنار؟ سید علی گفتش که اون آدم اون موقع رئیس فوتبال بود، بعد ارتقا پیدا کرد شد مدیر عامل مس که ما اسمش هم افشا کردیم در ایندیپندنت فارسی. علی قرایی بود. حالا میخوام بگم واقعا انتظار زیادی نمیشه داشت، اما خب مسئله مهمی که اینجا اتفاق میفته اینه که الان ظاهرا هویدا شده، بند گزارش هایی که ما در این چند روز در ایندیپندنت منتشر کردیم تایید شده به طور رسمی و غیر رسمی توسط نهادها و افرادهای مختلف در داخل ایران. الان مهدی تاج مدعیه که نه، اعضای هیئت رئیسه دستی نداشتن در این پرونده. خب همین اعضای هیئت رئیسه الان حداقل 4 نفرشون حضورشون غیرقانونیه. خداداد افشاریان برکنار شده، اما همچنان از ریاست کمیته داوران، اما همچنان عضو هیئت رئیسه است. خب اگه ایشون به اتهام فساد مالی برکنار شده، تو هیئت رئیسه هم نباید باشه. محمد رضا ساکت به خاطر اختلاس 300 دریافت 300 میلیون تومان رشوه برکنار شده از مدیریت باشگاه سپاهان. قبل از اون شهره موسوی بود که الان تو زندانه، و احسان اصولی فرد نزدیک به علم الهدی رئیس هیئت فوتبال استان خراسان رضوی که به خاطر همین سمت اومد عضو هیئت رئیسی فدراسیون فوتبال شد، اما ایشون در جالبه بدونیم در انتخابات امسال هیئت رئیسی امسال انتخابات فوتبال هیئت فوتبال خراسان رضوی رد صلاحیت شد به خاطر پرونده های فساد مالیش. خب این آدم چطور الان تو هیئت رئیسی هست
و همچنان سخنگوی فدراسیون ماساژ. خب خود تاج هم که این همه پرونده مالی داره. پس یعنی به نظر که اونم رد صلاحیت شده بود دوره قبل واسه شرکت در انتخابات فدراسیون نایب رئیسی. خب یعنی کلی تمام افرادی که اطراف مهدی تاش هستند انواع و اقسام پرونده های فساد مالی رو دارن، اما ایشون همچنان تکذیب میکنه و مدعیه که ما خودمون این پرونده ها رو در اختیار نهادهای قضایی امنیتی قرار دادیم، در حالی که دروغ محضه. قوه قضاییه تو استان کرمان به خاطر فساد مالی باشگاه مس رفسنجان و باشگاه مس کرمان که دو تا از باشگاه هایی بودن که پرداخت کردن این مبالغ رو به کمیته داوران و سازمان لیگ، از اونجا شروع میشه و گسترده میشه و همینطور ادعا کرد که متعلق به سال 1400 که عزیزی خادم رئیس فدراسیون بوده، در حالی که اونم تکذیب شد. حتی خبرگزاری تسنیم هم گفت همچنان ادامه داره و یه گزارش منتشر کرد گفت خیلی گستره تر، یعنی دقیقا همون چیزی که ما نوشته بودیم در ایندیپندنت درست. فارسی. در هر صورت باید عزادار بود برای فوتبال ایران و نگران بود بابت آینده فوتبال ایران مثل همه حوزه ها در نظام جمهوری اسلامی، که مردم با تمام بدبختی ها و مشکلات و به هر حال داستان هایی که در ایران وجود داره، فقر افسار و گسیخته، به هر حال یه دلخوشیشون فقط فوتبال بود که الان متوجه شدن که نه، نتایج بسیار زیادی از مسابقات در بیرون زمین فوتبال رقم میخوره متاسفانه. خیلی ممنونم امیر حسین از وقتی که در اختیار ما گذاشتی برای این گفتگو، و ممنون از شما بینندگان عزیز که مثل همیشه کنار ما بودید.